خب دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. یه چند لحظه در حد یکی دو دقیقه صحبت کردم که ظاهرا صدا نبود. الان اول شروع میکنم. قراره که 15 تا تست حل کنیم از فیزیک دهم. سوالات چالشی رو انتخاب کردم و هدفم از انتخاب این سوالات چالشی دو تا چیز بوده. یکی اینکه بچه‌هایی که فکر می‌کنن خیلی خوب خوندن و خیلی خفنن بیان خودشونو محک بزنن، و دوم اینکه در واقع بچه‌هایی که حالا مقدار در خودشون ضعف حس میکنن ببینن که آیا این سوالات بسیار سخت رو هم متوجه میشن یا نه. آقا سوال یک میگه دو مایه مخلوط شدنی A و B داریم، نصف حجم A نصف دیگرش B. بعد میگه چگالی مخلوط میشه 6.5. خب 65%. خب اینو به چه صورتی باید بنویسیم بچه ها؟ میگیم که من یک رو A دارم، یک دوم V، و یه رو B دارم، اونم یک دوم V. چون گفته نصف حجم A، پس نصف دیگرش B. و چگالی مخلوط گفته که 65% یا 650 هزارمه. حالا تو حالت دوم هم چی گفته؟ گفته اگر 1/4 حجم از A باشه، یعنی روی A به 1/4 و باقیش قاعدتاً از B باشه، یعنی 3/4، در این حالت گفته که چگالی چقدر؟ 544 هزارم. حالا میگه که این روی A و B رو پیدا بکنید. خب دوستان عزیزم الان تو گروه میتونید به من بگید که حدس میزنید، اونایی که میتونید جواب رو سریع تر حساب کنید، حدس میزنید که کدوم گزینه باشه. الان خب من اینجا وی ها رو با هم دیگه ساده میکنم، وی های این ورم که با هم ساده میدم هیچی. خب الان بچه ها اینجا وی ها که با هم ساده بشه، یعنی اختلاف این دوتا و اختلاف این دوتا باید برابر باشه. اولا پس اختلاف اینها باید یکسان باشه. اگر من بخوام میتونم حتی بیام تو گزینه ها جایگذاری هم بکنم، یعنی یه سری جایگذاری هم میتونم بیام انجام بدم. مثلا اگه 34% و 2.5 بذارم بچه ها، اینجا 34% بذارم، اینجا 2.5 بذارم، آیا این اختلاف ها یکسانه؟ چون اختلاف ها میشه تیم 1/2 به 1/2 اون ور دیگه. نه اختلاف ها یکسان نیست، چون 34% تا 65% اختلافش میشه 31%، در حالی که 65% تا 2.5 اختلافش زیاد میشه، میشه 85. پس این 34% و 2.5 خط میخوره، این گزینه میره. گزینه بعدی میگه که 0.3 اگه اینو 0.3 بذاریم، اینو 1 بذاریم، آیا اوکیه؟ بله. اختلاف این دوتا میشه 35%، اختلاف این دوتا میشه 35%. اگه 1 و 0.3 هم بذاریم اوکیه، ولی با 0.3 و 1.3 اوکی نیست، چون اگه بالایی رو بذاریم 0.3، پایینی رو بذاریم 1.3، اختلاف ها یکسان نیست. الان اختلاف 0.3 با 65% میشه 35%، در حالی که اختلاف 65% با 1.3 میشه 65%، و این اختلاف ها یکسان است. پس یا 1.3 یا 3.1. حالا پارت دوم رو هم بیام چک بکنم، 0.3 1/2 میذارم ببینم جواب میده یا نمیده. میگم این 0.3، این 1/2. خب آیا این نسبت اختلاف ها، اختلاف 0.3 تا 544 هزارم، بگم اینجا سنگین این پاک کردنش اذیت میکنه، آیا این اختلاف با معکوس اون ور رابطه مستقیم داره؟ اختلاف این دوتا میشه 144 هزارم، اختلاف این 244 هزارم، اختلاف این دوتا میشه بچه ها چقدر؟ 456. خب آیا این نسبت ها نسبت بالایی به پایینی میشه نسبت اون ور پایینی به بالایی؟ نه. چرا؟ چون مخرج های اینو بزنیم نسبت این ور میشه 3:1، ولی نسبت اونور 244 به 456 که در واقع نسبتش 3:1 نیست. پس این 0.3 1/2 هم خط میخوره، جواب گزینه 3 هستش. چون اگه اینو بذاریم 1 و اینو بذاریم 0.3، دقیقاً درست میاد. الان اختلاف این دوتا دقیقاً میشه 244 و اختلاف این دوتا میشه 456 و فقط نسبتش رو 1 و 3/10 544 هزارم باشه اوکیه. فقط من نسبت رو 200 و اگه 1 باشه میشه 456، 3/10 باشه میشه 3/10 رو فکر کنم، یا این 444 باید باشه، چون نسبتش میشه تقریبا 2. بچه ها میگن خشت صدا و هم برای خیلیاتون خوب باشه. این نسبت الان تقریبا مقدار ایراد داره. الان یه مقدار این گزینه من اینو از یه بانک تستی انتخاب کردم بچه‌ها، الان گزینه‌ام یکم ایراد داره. آره بعد 4 مثلا 4/10 و 9/10 باشه فکر کنم
اوکی بشه. ولی اینو از یه بانک رسی برداشتم متاسفانه. آره ولی این نسبت، یعنی باید گزینه رو جایگذاری کنید که نسبت 3:1 بشه بچه‌ها. اینجا باز 3:1 نمیشه، الان دو تقریبا دو خورده برابرشه. پس راحت میتونید با جایگذاری بیاید حل کنید. و حالا این سوال ایراد ریزی داشت، اما بریم سراغ سوال دو. کاش که من بتونم صدای بچه‌ها رو داشته باشم. الان اون یکی داوطلب میشید، من میزنم امکان بردن صدا دارید، هادی مهسا خانم شما داوطلب بشید که حداقل من بتونم یه نفری رو کنارم داشته باشم. خب ظاهرا فعلا افتخار نمیدن این دوستان. ببینیم اگه سوال رو فعلا حل میکنم خودم تنهایی. باز برای سوال سه چند نفر از بچه ها صداشون رو میزنم، اونایی که دوست داشته باشن همراهی بکنن. خب سوال چی میگه؟ میگه در یک ظرف محتوی محلولی از آب و الکل به جرم 180 گرم وجود داره، چگالی محلول 0.9، چند سانتی متر مکعب از الکلش رو تبخیر کنیم تا چگالی بشه 96. خب چی کار میکنیم؟ میگیم که در حالت اولیه چگالی من 0.8 و 1، یعنی من یه 0.8 دارم الکل. چگالیش چقدره بچه‌ها؟ 0.8. چگالیش حجمش چقدره؟ از اون طرف یعنی بذاریم وی ای، یعنی وی الکل. خب از اون طرف چگالی آب 1 و حجمش رو بذاریم وی دبلیو، یعنی وی واتر، وی آب. خب و چگالی میانگینش چقدره؟ 0.9. بسیار عالی. الان اختلاف این دوتا چقدره؟ 0.1. اختلاف این دوتا هم چقدره؟ 0.1. این چی به من میگه؟ میگه آقا حجم این دوتا این بر برابر باشن. آها، حجم این دوتا با هم برابره، یعنی دیگه ننویسم وی الکل و وی آب، ننویسم وی. چرا؟ چون این اختلاف ها برای هر دوتا شد 0.1. حالا گفتی که جرم مجموع هم 180 گرم. الان من اگه چگالیم 0.8 باشه و حجمم وی باشه، جرمم میشه چقدر؟ میشه 0.8 وی. یعنی حاصل ضرب این چگالیه در این حجمه بچه ها جانم میشه چی؟ میشه جرم. اون طرف جرم آب میشه چقدر؟ رو ضرب وی، یعنی 1 وی. خب مجموعش میشه 1.8 وی که گفته 180 گرمه. آها، پس وی 100. یعنی نه تنها فهمیدم حجماشون با هم برابره، بلکه حجم هر دوتاشونم 100. حالا در حال دوم میگه چقدر از الکل من تبخیر بشه بچه‌ها؟ چقدر الکل من تبخیر بشه که چگالی مخلوط من چه 96 صدم؟ الان برای این باید چی کار بکنیم؟ برای این میایم میگیم که دوباره 0.8 الکل دارم، 1.1 چگالی آب، چگالی رو بنویسم اینجا. فقط این بار حجم همون 100، ولی حجم الکل رو مجهول میذارم چون یه مقداریش قراره تبخیر بشه و چگالی میانگین قرار میذارم 96 صدم. اختلاف این دوتا 16 صدم، اختلاف این دوتا 4 صدم. الان اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ 16 تن برابر 4 صدم. 16 صدم چه قراره؟ اینجا بالایی به پایینی 16 صدم به 4 صدم مساوی با اون پایینی به بالایی، 100 به وی. خب تموم شد. الان این در واقع طرف وسط این بکنیم وی میشه 25. حالا بچه ها بگید کدوم گزینه جوابه؟ یه سری ها میزنن گزینه 2، ولی به نظرتون باید کدوم جواب باشه؟ توی گفتگو میتونید بگید. حجمش به 25 رسید از 100، یعنی چقدرش در واقع تبخیر شده؟ ماشاءالله به اونایی که درست جواب میدن آفرین، گزینه 4، یعنی 75 تا تبخیر شده. سوال 3 میگه یک آیاج دارم چگالیش 14. باز بذار ببینم در حد 30 ثانیه به خودم فرصت بدم ببینم شاید تونستم دوستی رو پیدا بکنم که من رو همراهی بکنه. خب چند نفر هستن نمیدونم چرا دستشون رو بالا گرفتن، من میزنم میتونن حرفم بزنن. مثلا صابر الان بزنین رو میکروفون صدات باز میشه. نارسیوس چین چیزی، بعد رجایی، پریا خانم نظری، فقط دوست دارید که دستتون بالا باشه. هستی خانم حسینی،
بعد بزنید صداتون باز میشه. خب بریم. چی گفته؟ میگه چگالی یک آلاش چهارده. بچه میگن اجازه نمیده، نمیدونم چرا. این از این باگای این ویدیو چت پیغام کلن سه چهار نفر رو میذاره بالا نگه داره دست باز که واسه زده هم باید استفاده نمی کنن. خب چگالی یک آلاش چهارده میگه از این دو فلز استفاده شده، یعنی فلز 10 و یه فلز 19. چگالی میانگین هم 14. ببینید همه رو دارم یه جور حل میکنم. میگه اگر نسبت جرم هاشون رو x و نسبت حجم هاشون رو y بگیریم، x و y کدام است؟ این فلز a که چگالیش 10 بود میذارم v a، و اون یکی رو که چگالیش 19 میذارم v a. بچه ها الان با توجه به آموخته هایی که یاد گرفتید به نظرتون VA به VB میشه کدوم؟ و جواب مستقیم بس میاد دیگه، فکر کردن نمیخواد، چون کاری با جرم ها نداشتیم. میتونید بگید VA به B میشه کدوم گزینه؟ تو گروه تحلیل میتونید بگید، بهتون در حد 20 ثانیه ساعت میدم. با توجه به چیزایی که یاد گرفتی تا به این لحظه، گزینه رو انتخاب بکنید. آفرین. ولی دارید اشتباه میزنید بچه، میگید گزینه یک، میدونید که پنج چهارمه ولی اون وای منه ها، وای میشه پنج چهارم. گزینه چهار جواب، عجله نکنید. فهمیدی که آقا وی ای به وی بی میشه پایینی به بالایی، میشه پنج چهارم. حالا این وی به بی اون وای منه، یعنی دومین مچولیه که میخواد عزیزان من. پس جواب قطعا گزینه چهاره، هیچ گزینه دیگه جواب نمیتونه باشه، فقط چهار. یکی بچه ها که اسمش دکتر کرمی گفته دو و چهار، عزیزم دو گفته چهار پنجم، چهار گفته پنج چهارم، اینه فرق دارن با هم، نمیتونی بگی هر دوتاش. حالا پس من فهمیدم نسبت حجمای این پنج به چهار، نسبت جرمش رو چجوری به دست بیارم اگه حالا دوتا گزینه ایمان بودن؟ گفت این دوتا رو در هم ضرب کنیم میشه جرم، یعنی جرم این میشه ده پنج پنجا، جرم این میشه 19 ضرب در 4 که میشه 38.76. آها پس نسبت جرمشون رو حساب کنم میشه 50.76 جرم ای به بی، که ساده بکنم به 2 میشه 25.38، بازم گزینه 4. خب اما سلام. آها کی صداش باز شد؟ آقای رجایی سلام خوبی؟ بله بس. خب میتونی منو میخوای منو همراهی کنی سر گل؟ بله از خدا خدا. فقط صدات خیلی ضعیف میاد، من نمیدونم بلند صحبت کنیم یا بد میاد. نه صدات ضعیف میاد، یعنی از داخل این آن سر الان عوض میکنم، الان هنس بگیم زارم. بچه به من بگید صدا خوبه یا نه، تو چت بگید صدا دوستتون خوب میاد. میخوام تا عوض کنم هنس به بذار. نه میگه صدا خوبه، صدا واسه من بد میاد. خب خوبه. نه با خودت میدید. ببین سوال چی گفته پسر بود؟ میگه مطابق شکل یه ظرفی دارم این شکلی پر از آبه، اوکی؟ بله. بعد میگه که قطعه سنگی به جرم 400 گرم و میندازیم داخلش، قطعه سنگی میاد میفته در نقطه A، فشار در نقطه B چقدر تغییر داره؟ برای همچین سوالی که ایده داره اصلا برای فشار در مایعات از چه فرمول؟ رو جی اچ من میرم. آفر، یعنی ما میخوایم ببینیم که فقط اولا قطعا سنگو میدازی توش آب یه ذره میره بلا قبول داری؟ بله. فشار افزایش پیدا میکنه افزایش پیدا. یعنی یا گزینه یک افزایش یا گزینه سه. حالا اینکه چقدر افزایش پیدا میکنه بعد ببینیم که چقدر آب میره بالا. آه. خب چجوری؟ چجوری بفهمیم که چقدر آب اینجا میره بالا؟ باید حجم اضاف شده رو بگیریم بعد دلتا رو جی اچ بزنیم. آفرین. یعنی الان این سنگه مگه چگالیش پنج نیست جرمش هم 400؟ بله. بقیه رو مساویه با امروی، روش که پنجه، جرمش هم که 400، ویش میشه چقدر؟ میشه 450، میشه چقدر؟ 450 80 400 تقسیم بر 5 میشه 80 دیگه، قبوله؟ بله. یعنی 80 سانتی متر مکعب. حالا ببینیم که چقدر این آب رو بالا میبره. میایم میگیم که مساحت کف این ظرفه چقدره؟
20 دیگه تو درزلش گفته. آها بله بله 20 در 10 میشه دیگه 20 در 20 پسر گل مساحت کف گفته مربعی کفش نگاه کن مکعبی بله. شکله اون دهه ارتفاعشه من دارم میگم مساحت کفش الان چقدره 400 400 ضرب در یه اچی افزایش آب میده دیگه این مساوی میشه با 80 یعنی اون 80 مگه نگفتیم حد سنگ 80 باید به اندازه 80 سانتی متر مکعب آب ببره بالا و وقتی آب آره. میره بالا از چه فرمولی به دست میاد مساحت قاعده ضرب در ارتفاع یعنی 400 ضرب در اچ باید بشه 80 اوکی بله از اچ من میشه 2 دهم یعنی اینجا آب اندازه 2 دهم بالا میره حالا میدونی هر آب چند پاسکاله از روجیه چی میریم دیگه 2 دهم آفرین ولی راحت‌تر میشه یه تناسبی رو حفظ باشید 1 سانت آب 100 پاسکاله الان که این 2 دهمه یعنی 2 دهم برابر اینه اینم 2 دهم برابر میشه 20 میشه کنون گزینه؟ گزینه 3 یا به قول تو اگر از روجیه چریم بی خیال اون سه را اونا بشیم رو که 1000 بی خیال جی هم که 10 بی خیال بگیم اچ من 2 دهم نیست باید تو جواب من عدد 2 باشه پس نمیتونه گزینه 1 جواب باشه حله؟ بله بله درود بر تو ببینم جان حواسم رفت جای درصد میخواستش بعد آره آره الان اوکیه فهمیدم چیو بله 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 خب میتونی صدا تو قطع کنی پسر گل چه خب بچه ها سوال پنج این سوال خیلی سرگرمانگیزه میگه مطابق شکل زیر جسمی با سرعت اولیه 6 به سمت بالای یک سطح شیبدار پرتاب میشه میره تا نقطه B و برمیگرده پایین اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت وزنه 1/4 نیروی وزن باشد سرعت جسم در بازگشت به نقطه A چقدر؟ خب یکی بچه ها میگه گزینه میشه جواب گزینه 3 میشه اما چرا؟ بچه ها جرم رو اینجا به من نداده یه قاعده ای داریم سر کلاس اونایی که بچه کلاسمون بودن تو چت سری بگن اونایی که بلد نیستید میتونید یه اشاره یا ندید سر کلاس و پیشنادی دارید میتونید بگید جرم رو تو این مسئله چند بگیرم؟ جرم این جسم رو نداده نخواسته بچه ها چند باید بگیرم؟ آفرین 1 آفرین اوکی تو سوالای جرم رو نداده و نخواسته 1 بگیر که کارمون راحت تر باشه میگیم این جسم اینجا انرژی جنبشیش میشه چقدر میشه 1/2 ام رو گفتیم 1 بگیرید وی 2 با سرعتش 6 میشه 18 پس انگار اینجا 18 جول انرژی داره وقتی که به سمت بالا میره میاد تا اینجا چه اتفاقی میفته گفته که یه مقدار اصطکاک ازش کم میشه گوش بدید بچه ها گفته که اصطکاک نیروی اصطکاک 1/4 وزنه وزن این جسم میشه چند نیوتن میشه 10 نیوتن دیگه جسم رو 1 کیلو بگیرید وزن میشه 10 1/4 میشه 2.5 نیوتن پس اصطکاکمون میشه 2.5 نیوتن از طرفی اگه این زل اچ باشه چون زل رو به سی نصف وتره وتره من میشه 2H یعنی 2H بالا رفته پس چه مقدار از انرژی از دست رفته بچه ها 2.5 ضرب 2H میشه انرژی که در واقع این اصطکاک تلف شده خب 2.5 ضرب 2H میشه 5H آها پس 18 جول من منهای 5H شده تا بیاد این بالا اینجا میشه چند دیگه متوقف میشه انرژی جنبشی که نداره بچه ها فقط انرژی پتانسیل داره انرژی پتانسیلش میشه MGH M رو 1 بگیرید G رو 10 بگیرید H هم که H هم میشه 10H آها پس اینجا H به دست میاد H به دست میاد 18 مساویه با 15H H میشه 1/2 پس ما H رو به دست آوردیم فهمیدیم اولین انرژی اینجا داشته 18 جول بوده در طول بالا رفتن 5H که میشه 6 جول از دست میده و اون بالا 10H که معادل 12 جول انرژی براش میمونه حالا وقتی که این برگرده بیاد پایین دوباره 6 جول دیگه ازش کم میشه بچه ها یعنی انگار انرژی پرتابش 18 بود
انرژی این بالا شد 12 6 تا، یعنی کم شد، دوباره 6 تا کم میشه، اینجا میشه 6. پس انرژی جنبشیش وقتی به این پایین برسه میشه 6. میگیم 6 مساوی با 1/2 ا وی 2. ا رو که بی خیال میشیم، 2 رو در این 6 ضرب کنیم، 12 مساوی با وی 2، وی میشه رادیکال 12، که رادیکال 12 خودش تار میاد بیرون میشه 2 رادیکال 3. گزینه عجب سوال زیبا و تالش بنگزناکی. خب سوال بعدی، مکعبی توپر به اضلاع A و چگالی رو داریم با مکعبی به اضلاع 2 و چگالی رو دوم هم وزن. وقتی میگه هم وزن یعنی هم جرمم است. چه درصدی از مکعب دوم خالی است؟ چه درصدی از مکعب دوم خالی است؟ خب چیکار بکنیم بچه‌ها برای این قضیه؟ ما میان میگیم که حجم‌های واقعی اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. ها؟ میان میگیم که رو مساوی با ام بر وی. با چند برابری؟ میگم حجم چگالی دومی اولی میشه چه؟ رو دوم به رو میشه 1/2. نسبت چگالی دومی به اولی میشه 1/2 مساوی با جرم ها که گفتیم یکسانه. پس نسبت حجم ها میشه چقدر حجم دومی به اولی طبق این تناسب 1:1:2:2. پس این اگه وی باشه حجم این 2ویه. حالا حجم این سمت راستیه چنده؟ میشه مکعبی توپر به ضلع آ که میشه آ3. پس حجم واقعی باید بشه 2 تا آ3. حجم حفره رو چجوری حساب میکنیم بچه ها؟ حجم حفره رابطه داره، حجم ظاهری منهای حجم واقعی. یا من همیشه میگم یه دو تا حجم دو تا روش مختلف دست میاد منهاش میکنه. خب حجم واقعی شد 2 آ3، اما حجم ظاهریش رو چجوری حساب میکنیم؟ خب مکعبیه به طول ضلع 2 آ اینا رو در هم ضرب بکنیم، آ در 2 آ در 2 آ میشه 8 آ. پس من با مکعبی طرفم از بیرون که نگاه میکنم حجم 8 آ3، اما اگر بیام با فرمول بهش اپروش کنم میبینم که حجم این باید 2 برابر این باشه، 2 آ3. پس 6 آ3 اینجا چیه؟ حفره است. میگه چه درصدیش تو خالی یا حفره است؟ وقتی میخوام درصد حفره رو حساب کنیم، حفره رو بر کل تقسیم میکنیم، یعنی 6 آ3 تقسیم بر 8 آ3 ضرب در 100 که میشه 6/8% میشه 75%. گزینه 4 و تمام. این همین سوال چالشی و سخت. امیدوارم که از این تست هم لذت برده باشه. من همزمان باید از این ور چت ها رو هم دنبال بکنم ببینم چه خبره. خب سوال بعد، یک سوال بسیار زیبا و اینم چالشیه. میگه لوله ای داریم اینجوری شکلش، ارتفاع کلش اچه، 7 سانتیش بیرون از مایه، باقیش هم داخل مایه آب. میگه به طور قائم تو آب اینجوری فروش کرد. حالا میگه از بالا به آرامی شروع میکنیم داخل این روغن ریختن، روغن تا جایی که روغن کل لوله رو اینجوری پر میکنه، کل لوله رو پر میکنه. میگه ارتفاع لوله اچ چند سانته. خب بچه چجوری باید همچین سوالی رو جواب بدید؟ اینجا یه سطح همفشار داریم بچه ها. به من بگید که قبول دارید که فشار این دوتا نقطه که باید برابر باشه؟ شکلو که کشیدم داخل این کلن روغنه، داخل اینم در روی همین مقدار آب. خب الان اینجا روجیه چه این روغنه باید مساوی بشه با روجیه چه اون آب اون ورداریم، قبوله؟ جی که با جی میره این هیچی، رو روغن چقدره؟ 9/10 ضرب در اچ. ارتفاعش هم که قبول دارید اچه بچه ها، کل روغن اینجا ارتفاعش اچه، مساویه با بچه. تو چت به من بگید، توی گروه گفتگو بود به من بگید که این الان مساویه با رو آب هم که میدونید یکه. ارتفاع آب که انقدر اگه بخوایم بر حسب اچ تعریفش کنیم میشه چند؟ چون اینجا ما میخوایم یه مشهوله فقط اچ داشته باشیم که دستش بیاریم. الان ارتفاع آب چقدره؟ ارتفاع آب چقدره؟ خب بگید تا چند نفر تو چت نگن من ادامه نمیدم. آها آفرین، اچ منهای 7. مرسی. این کلش اچه،
این تیکه میشه اچ منهای 7 چون این بالاش 7 دیگه. آفرین. خب تموم شد. 9 دهم اچ میشه اچ منهای 7. حالا اگه ما بیایم اون 9 دهم اچ رو بیاریم این طرف، اچ منهای 9 دهم میشه 1 دهم اچ مساوی با 7 هم ببریم اون طرف، نتیجه اچ میشه 7. جواب میشه گزینه 3. عجب سوال، عجب سوال. من میخوام اینجا داوطلب بیارم، بازم نگاه کن، مثلا الان بچه هایی مثل آیدا خانم و الهام خانم و گود و امیر و رجایی رو که یه بار آوردیم، اینا بچه هایی میتونن صداشون رو باز کنن، فقط اون بالا صباح و صباح هم میتونه صداش رو باز کنه. آها آها خانم الهام. بله بله استاد. خب الهام خانم تست 8 رو لطفا بخونید. بله، مقداری یخ با دمای منفی 20 درجه را درون مقداری آب با دمای 20 درجه سانتیگراد می‌اندازیم. حداکثر جرم یخ برای آنکه دمای تعادل به 0 درجه سانتیگراد برسد چند برابر حداقل جرم یخ برای رساندن دمای مجموعه به 0 درجه سانتیگراد است؟ خب الهام خانم این سوال رو با آرامش حل کنیم. اولا میگه مقدار یخ با دمای منفی 20 دارم. شما طبق روش خودمون ما یخ رو می‌گیریم منفی 80، دمای اینم نصف میکنیم، یعنی دمای این یخ منفی 20 رو چند بگیریم؟ منفی 10. منفی 10؟ منفی 90. الهام خانم شما شاگرد من بودید یا نبودید؟ نه من ندیدم. آها برای اولین باره. خب یکم چالش خواهیم داشت، ولی یخ ما اینجوری سوالا رو حل میکنیم، میگیم که یخ منفی 20 یخ خودش منفی 80. چون این سوال خیلی سوال سختیه ها، یعنی پاسخنامه رو ببینید یه صفحه پاسخ داره. خب میگیم میخواید بعد کلاس الهام خانم اینو که الان با عمل کردیم بعد کلاس سعی بکنید که با فرمول این سوال حل کنید، باشه؟ ببینید چقدر طول میکشه. اوکی آره حتما شما رو الان خواهیم داشت. اولا پس اینجوری یخ رو حساب میکنیم، میگیم که منفی 80 و منفی 10 میشه منفی 90، آبمون هم 20 درجه است. اوکی خب دو تا حالت انگار تصور کرده الهام خانم، دو تا حالت گفته، گفته حداکثر جرم یخ برای اینکه دمای تعادل به صفر برسه چند برابر حداقل جرم یخ برای اینه که به صفر. این دو تا صفر انگار با هم فرق دارن، به نظرتون چه فرقی دارن؟ گفته حداکثر صفر، حداقل صفر. بله بگی. تعادله و یکیشون برای یخه، انگار یکیشون آفه، یکی آبه یکی یخه. یعنی یکی از این حالتها آب صفر درجه است که ما همون صفر میگیم، یکی یخ صفر درجه است. الهام خانم طبق چیزی که الان یاد گرفتید، گفتم یخ همیشه منفی 80 بگیریم، صفر همون خودش نصفش کنیم میشه خودش دیگه. پس یخ رو تو سیستم ما چند در نظر میگیریم؟ منفی 80. آفرین به شما. حالا این چیزایی که بالا یاد گرفتیم میایم میگیم که اختلاف این دوتا اینجوری اینجوری. خب میگیم که اختلاف این دوتا اینجا برعکس حجم هاشونه، یعنی حجم این 9 90 حجم این 20. نگاه کن ببخشید، اختلاف این 0 و منفی 90 میشه 90، اختلاف اینم میشه 20. حجم ها اون بر رابطه عکس دارن الهام خانم، فهمیدی؟ آره. یعنی حجم این میشه 2، حجم این میشه 9، یعنی رابطه 2 به 9 برعکسه. اوکی بله. خب الان آب رو ما اینجا پس نتیجه گرفتیم که مثلا بذاریم حجم آب رو 1 در نظر بگیریم، چون یخ متغیر آب یکسانه دیگه، میگه درون مقداری آب میندازیم، حد اکثر جرم یخ به حد اقل جرم یخ. من اگه بیام اینو 1 بگیرم حجم آب رو، حجم یخ میدونی میشه چقدر؟ میشه 2 نهم برابرش. آفرین میشه 2 نهم. آفرین. چجوری؟ میگیم اگه اینو علامت سوال بذاریم، میگیم علامت سوال 1 مساوی با 20 90 2 نهم. تمام. این برام همین کارو بکنیم. اگه حجم آب اینجا یک بگیریم، اختلاف این دو تا عدد چقدر الهام خانم؟ 20 تا منفی 80 100 تا. آفرین. اختلاف این دو تا 10. حالا به نظرتون این چه عددیه اینجا؟ ده آفرین. یک دهمه. درست گفت. ده آفرین. ده. چرا؟ چون علامت سوال به 1 مساوی با 100 به 10. آفرین. میشه 10. الان خب تموم شد. پس این حالتی که حد اکثر جرم یخ شد، یعنی ده برابر آبه، اینم حد اقلش شد.
میگه حد اکثر چند برابر حد اقل است، میشه 10/9. میشه کدوم گزینه اعلام خانم؟ 90/45 گزینه. آفرین، عجب سوالی بودا. حالا دو سه تا دیگه سوال اینجوری گذاشتم اعلام خانم، حتما اونا رو هم خوب گوش بدید که قشنگ این روش رو یاد بگیرید. مرسی که داوطلب شدید. خیلی از بچه‌ها هستن که شاگرده خودمونن ولی متاسفانه الان جرأت نمی‌کنن داوطلب بشن، حوصله‌شو ندارن، ولی شما با وجود اینکه شاگردمون نبودید جسارت کردید و دیدید برای اولین بار هم میتونید همچین سوالی رو انقدر قشنگ حل کنید. تست 9 میگه که شخصی درون این آسانسور قرار، این سوال راحتی، میگه وزنه‌ای به جرم 3 کیلو رو کف دستش نگه داشت، یه وزنه 3 کیلو. آسانسور با شتاب ثابت 5 و حرکت تند شونده تا ارتفاع H بالا میره اگر کار نیروی وزن W باشه. و کاری که کف دست شخص انجام میده W پریم نسبت W پریم به W. خب. بچه ها. الان چون تو قدر مطلق گذاشته نمیترسیم، مثبت منفی نداره. خب. W پریم که کار کف دست طرفه میشه F دست ضرب در H، یعنی FD کار میشه FD دیگه. اون یکی هم میشه F وزن ضرب در H. همونطور که میبینید H ها هم با هم میرن، فقط F ها میمونن. F دست رو به F وزن تقسیم بکنید. حالا میتونید یه سریتون حدس بزنید کدوم گزینه میشه؟ آفرین جواد، جواد رجایی. بچه ها هر کدوم نظر خودتون ولی بدید ها، چه جواد اشتباه گفته باشه. گروه گفتگو الان آزاد، میتونید بنویسید نظرتون رو. این واقعا تو تلگرامه که مشکل نداره. آها دارن یه سری ها می نویسن. نظرتون موافقه با 4؟ ببینیم. دو تا بچه دیگه هم میگن ما میگیم 4. خب ببینیم. آقا اینجا 3 کیلوگرم وقتی باشه، 3 کیلوگرم. نیروی وزن من چقدر؟ 30 نیوتن. نیروی اف من به سمت بالا چقدره؟ که همون اف دسته، نمیدونم. ولی اف منهای سی که اف نت مساوی با ام آ. ام 3 زر در آ 5، یعنی 3 5 میشه 15. پس اف منهای سی میشه 15، پس اف مساویه با 45. آها الان دیگه مشخص شد، اف دست به اف وزن میشه 45 سیوم که میشه 1.5. جواب چه گزینه 4. مرسی، عالی. خب به چند تا بچه دیگه فرصت میدم. مهیار هستی خانم، محمد سجاد، صباح، بازم اینا اسم میبرم سری نزنید صدا رو باز نکنید که صحبتتون میره. ماهان باز، فاطمه خانم، کسی میخواد بیاد؟ کیه در میزنه به خونه ما سر میزنه؟ آیدا خانم. بله استاد، آیدا شفاوش هستم. خب لطفا تست 10 رو بخونید. به جسمی به جرم 4 کیلوگرم که با تندی V0 بر مسیر مستقیم و بدون اصطکاک در حرکت هست، نیروی ثابت 4 نیوتن همجهت با V0 وارد می شود. اگر پس از طی مسافت 30 متر انرژی جنبشی جسم به 170 جول برسد، V0 چند متر به ثانیه است؟ بسیار عالی. ببینید از این نیروی 4 نیوتن و این 30 متره تو فصل کار و انرژی چی میشه در اون؟ باید در هم چی بشن؟ نیرو و دی، اف و دی در هم ضرب بشن. آیدا خانم درسته؟ بله درست. خب یعنی میگیم اف ضرب در دی میشه کار من. حالا اف دی کوسینوس آلفا، چون هم جهت کوسینوسشو بیخیال. پس کاری که انجام شده چقدر آیدا خانم رو این جلد؟ 120. آفرین. یعنی من 120 تا انرژی تزریق کردم تو این جسم. میگه انرژی جنبشی جسم انرژی نهاییش به 170 رسیده. به نظرتون انرژی اولیه‌اش چقدر بوده که 120 تا انرژی توش ریختم به 170 رسیده؟ میشه 50. چه عددی بوده با 120 جمع شده شده 170؟ 50. آفرین. فرمولش اینجوریه، میگیم FD مساویه با دلتا کا، یعنی کا دو منهای کا یک، پس 120 مساویه با
کادوی ما که 170 منهای کا یک، کا یک اینجا به دست میاد 50. حالا اینو برابر با یک دوم وی دو میگیریم، یک دوم ام 4 وی دو مساوی با 50. الان آیدا خانم یک دوم 4 که میشه 2، 2 وی 2 بشه 50، وی چنده؟ وی میشه 5. آفرین. 2 وی 2 بشه 5، وی 2 میشه 25، وی میشه 5. ایول این شاید بشه گفت که جز راحت ترین سوالات این جلسمون بود. آیدا خانم میتونی صداتون رو قطع کنید؟ شما خانم سارا جواد دوباره میتونی بیای؟ بعد اینا که اسم میبرم هر کی دکتر کرمی، یکی به اسم دکتر کرمیه، فاطمه خانم، آقا علی سلام، کیه کیه در میزنه؟ دوباره جواده بس. جواد جان تست 11 رو بخون که اون خانمی هم که برای اولین بار داشت این روش ما رو میگرفت خوب گوش بده که کیف بکنه با این روش حلمون. بخون بس. 1 کیلوگرم یخ منفی 10 درجه را داخل 2 کیلوگرم آب 50 درجه میاندازیم. پس از برقراری تعادل چه خواهیم داشت؟ خب اونم اطلاعاته. خب یخ منفی 10 درجه میشه آب منفی 85 درجه. بگم میخواییم یه لحظه؟ چشم. خب بله بله بفرمایید. میگفتم آب منفی 85 درجه رو داریم انگار دو آفرین. یخ خودش منفی 80، منفی 10 رو هم نصف میکنیم منفی 5. آفرین. منفی 85 چقدر؟ 1 کیلو. 1 کیلو. آفرین. ادامه. آب 50 هم 2 کیلو. آفرین. برای به دست آوردن دمای تعادل چی کار میکنیم جواد؟ نسبتاشون رو میگیریم و میذاریم روی پایین. ببین روی یه کاری میتونی بکنی. ببین میتونی آفرین میتونی بیای بگی این وسط چیه ده. مثلا اینو بذاری تتا بیا ببینی ده. کدوم گزینه صدق میکنه. خب الان مثلا اینجا گفت آب مثلا 5 درجه. خب اگه اینجا 5 بذاری آیا صدق میکنه یا نمیکنه؟ اختلافات رابطه اون و رابطه عکس داره یا نداره؟ بله صدق میکنه. این الان منفی 85 تا 5 میشه و 5 تا 50 میشه 45 دقیقاً. این دو برابر اینه، اینم دو برابر اینه. تمام. پس الان گزینه همون دو جوابه. اما حالا شاید کسی بگه قادری من حوصله ندارم چهار جایگزین کنم فلان کنم اینا. میگم قبوله. بیام اختلاف این دو تا رو، اختلاف 50 و منفی 85 چقدره؟ بله 135. 135. 50 منهای منفی 85 میشه 50 به اضافه 85 میشه 135. ضرب میکنیم در فراوانی این پایینی. فراوانی ها چجوری دست میاریم؟ خودشو تقسیم بر جمعش میکنیم میشه چند؟ 2/3. 2/3. آفرین. تمام شد. 3 با این میره 45. 2 45 90. 90 رو میذاریم روی این 5. 5 درجه میشه آب 5 درجه. جواب میشه گزینه یه دو. مرسی پسر گل. ببین از بچه ها کسی دیگه هم میاد برای این تستی من خودم باید حل کنم. میتونی بزنی صداتو قطع کنی؟ خانم سپیده، محمد سجاد، حتی یه سری از این بچه ها هستن داخلم هم نبودن. اصلی خانم اصلی نژاد، الان میتونید بزنید صداتونو باز کنید. خانم اصلی نژاد، نژاد آقای اصلی نژاد بکنم خانم. سلام صدای منو دارین؟ بله 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 بسیار هم با کیفیت و خوب. تست 12 رو لطفاً بخونید. فرض کنید مقدار یخ رو در استخری از آب 0 درجه میاندازیم. اگر جرم یخ 25 درصد افزوده شود دمای یخ اولیه چند درجه فارنهایت بوده؟ خب مقدار یخ داریم دماش رو چی؟ نمیدونیم. اگه فرض بکنیم دمای این یخ منفی تتا بوده با روش خودمون دماشو چند در نظر میگیری؟ یعنی یخ منفی تتا رو چجوری؟ 80 به علاوه تتا دوم. آفرین. اینو میگیری منفی 80، اینم تتا دوم میشه منفی 80 منهای تتا دوم. قبوله؟ بله. جرمش چقدره؟ جرمش رو میگیریم ام، نداریم. جرمش میگیریم ام. خب انداختیم توی مقدار آب 0 درجه، یعنی آب 0 درجه
اون چقدره؟ ببین هر چقدر که الان کاری با کل اون آب استخر که نداریم، اون مقداری از آب که یخ زده چقدر بوده که 20% به جرم من افزوده شده؟ خب مقدارش یه توضیح بیشتری براتون بدم. این جرم M بوده، وقتی 25% افزوده بشه یعنی جرم میشه 1.25 M. خودش M گرم یخ بوده اول، اون 25% امی که اومده دورش جمع شده از کجا اومده؟ خب این از یخ دیگه، از آب وارد شده دیگه. از آب، آفرین. پس جرم آب میشه 25% ام یا 1/4 ام، فهمیدی؟ 25% ام. خب بعد وقتی هم که این یخ سرد یه مقدار آب رو خودش جمع میکنه و دیگه قدرت یخ زدن آب براش باقی نمیمونه، تبدیل در نهایت به یخ 0 درجه شده در آخر کار. یخ 0 که ما چند میگیریم یخ 0 رو؟ -8. آفرین، تمام شد. الان اینجا میایم با آرامش میگیم این اختلاف 80ه. این اختلاف این دو چقدره؟ -2، چون -80 هر دو تاشون دارن دیگه. خب اینور بخوایم مثلا بگیم ام به 25% ام، ام به 25% ام مساویه با اون بر 80 به حالا تتا دوم دیگه، منفی مثبتش اینجا مهم نیست، اختلاف رو ما کلی میخوایم. الان این ام با این ام میره 25% میشه 1/4، 4ش میره بالا. خب 4 رو در تتا دوم ضرب کنیم باید بشه 80، یعنی 4 تا تتا دوم، طرف این وسط اینیه دیگه، 4 تا تتا دوم میشه 80. تتا چه عددیه؟ میشه 40 دیگه. آفرین، این با این میره میشه 2، 2 تتا میشه 80، میشه 40. یعنی در واقع یخ من -40 بوده، قبول دارید این رو؟ چون گفتیم منفی تتا بوده دیگه، پس یخ من -40 بوده. اما -40 سیلیسیوس، سوال میگه چند فارنهایت؟ یادتون هست که چجوری سیلیسیوس رو به فارنهایت تبدیل میکنیم؟ ضرب در 3/2 منهای 32 میکردیم. اول ضرب نگاه کن تتا رو، اول 9/5 برابر میکنی، درست؟ به اضافه 32، اوکی؟ 9/5 تتا به اضافه 32، این چه فارنهایت من. خب من اگه اینجا به جای تتا -40 بذارم، -40 با 5 میره میشه -8، -8 ضرب در 9 میشه -72، به اضافه 32 میشه چند؟ میشه -40. چه نکته از این یاد گرفتیم؟ در -40 سیلیسیوسش فارنهایتش یکی میشن، یعنی این نکته رو به یاد داشته باشید، چون طراح‌ها به عدد -40 علاقه دارن. در سیلیسیوس رو به دست آوردید -40، فارنهایت هم میشه همون -40. حله؟ خیلی ممنون، میگم عالی بودید شما، آفرین بهتون که جرأت میکنن اینجوری داوطلب میشن و شجاعانه سوال حل میکنن، واقعا به احسنت گفتن دارم. تست 13 رو خودم حل میکنم بچه‌ها. میگه که در یک سوالی میپرسم توی گفتگو حتما جواب بدید. آقا در رأس یک مخروط به حجم 160، یعنی کل حجم این 160، روزنه حالا اون بالا ایجاد شده و داریم آب میریزیم توش، خب پس از چند ثانیه مخروط تا نیمی این وسط این پایینش پر از آب میشه. اگر حجم کل ما بگیریم 160، حجم این نصفه بالا چقدر؟ مثلا یکی نوشته 2/3. نه نمیگم که چه نسبتیه، یکی نوشته 16 ثانیه. جواب نده، بگو حجم اون بالا چقدره. جواب نهایی رو من نمیخوام امیر جان، سپیده خانم شما حتما وقتی به جواب رسیدی، امیر یا سپید خانم، باید حساب کرده باشی که حجم نوک بالاش چقدره. یکی نوشته نصف، یکی هم نوشته 20. تعداد زیادی هم چی نگفتن، یعنی بلد نیستن انگار. یکی نوشته 80. مرسی که
شجاعتشو داری. 32 20 یک سوم. خب بچه‌ها بذار یه چیزی رو بهتون یاد بدم. نه خیلیاتون غلط گفتید. 40 140 نه. بعد دو سه نفر گفتید 20 عدد 20 جوابه. چرا 20 جواب کنید؟ بچه‌ها ببینید. با دو روش میتونید به این قضیه پاسخ بدید. این میتونه هندسه هم باشه تو کنکورتون بیاد. خوب یاد بگیرید این رو. روش اول میایم میگیم که آقا اگر ارتفاع کل رو h بگیریم ارتفاع این میشه چند؟ میشه h دوم، چون نصف بالاییه. اگر ما اینجا شعاع این کف این مخروط r بگیریم، شعاع کف این میشه چی؟ میشه r دوم. پس اگر من بخوام حجم مخروط رو حساب بکنم، مخروط بزرگ رو، مخروط بزرگ میشه یک سوم پی آر دو هاش. اما مخروط کوچیک چجوری میشه؟ مخروط کوچک میشه یک سوم پی. اینجا دیگه میشه آر دوم به توان دو که میشه آر دو چهارم ضرب در اچ دوم. نگاه کن، یک سوم شبیه همونه، پی شبیه همونه، آر دو آر دو اچ. بعد اینجا یه هشت دو مخرجش داره، از حجمش یک هشتم کله. یعنی اگه کل 160 باشه این میشه 20 سانتی متر مکعب. یه اثبات دیگه هم بهتون میگم، اینم یه مخروطه بچه‌ها. اگه نوک رو جدا کنیم مثل این بزرگه، ابعادش نصف اونه، حجم توان سه بعده. یعنی من هم ارتفاعم هم قاعدم همه چی نصف اونه. پس چون حجم توان سه طوله، وقتی که طول من یک دوم باشه، وقتی به توان سه میرسه میشه یک هشتم. یعنی حجم اون نوکه یک هشتم این در واقع کلمونه. آها، پس بالا حجمش 20، این پایینی که میخواستیم پر بشه میشه 100 و از 160 میشه 140. این 20 که من نمیخوامش. خب پس نصف بالای مخروط یک هشتمه. یکی از بچه ها میگه بله، نه تنها نصف بالای یک هشتمه، مثلا اگه بگه مثلا 10% بالای مخروط، یعنی یک دهم بالای مخروط، میگیم یک دهم به توان سه میشه یک چهارم، یعنی بقیهش میشه 999,000. اون 10% بالاش حجمش میشه، یعنی هر ارتفاعی بده به توان سه برسونی، نصف باشه میشه یک هشتم، یک سوم باشه یک سوم بالا به توان سه میرسه میشه 127. حالا پس من حجم این پایین رو حساب کردم 140، میگم 140 سانتی‌متر مکعب آب خام مساوی با 5 سانتی‌متر مکعب بر ثانیه ضرب در زمان، که زمان اون زمان مخرج میره. خب 5 این ور با 140 اون ور میره میشه 28 ثانیه، من پس میشه 28 ثانیه. تمام شد. یا مثل یه تناسب بهش نگاه کنید، میگید که ثانیه حجم، در هر یک ثانیه طبق این رابطه 5 سانتی متر مکعب آب میریزه. آره میریزه. بعد حالا 140 تا تو چند ثانیه؟ خب این 28 برابر شده، اینم 28 برابر میکنیم، جوابش گزینه 3 و تمام. دوباره اومدیم سراغ مسئله آب و یخ. آقا من داوطلب میخوام، من همراه میخوام، هیچ ناصری هست که مرا نصرت دهد؟ یکی اسمش نارسوسه، کیمیا خانم میتونی شما الان حرف بزنید. طبعی که همش میزنم که حرف بزنه ولی نمیزنه. بچه که حرف نمیزنید، شما تنظیماتتون بعضیتون مشکل داری؟ خانم ملیکا، خانم سارا، خانم سپیده، همه هم ماشالله فقط خانم ها داوطلب میشن، پسرا. آها، یه نفر مثل ام صداش بازه، میخوای حرف بزنی ام عزیز؟ سرکار خانمی ها، عالی جنب آقا، نخواستم. خب من این سوال خودم هم کنم، چند هم آب 10 درجه رو به 40 گرم یخ منفی 50 اضافه کنیم تا پس از تعادل دمای مجموع به منفی 4. منفی 4 یعنی یخ منفی 4، چون ما آب منفی 4 که نداریم. خب میگم که آب 10 درجه، بچه ها می نویسم ایکس گرم، پک شما جواب نهایی رو همه باید تو گروه گفتگو بگید. آب 10 درجه 20 گرم، نه ایکس گرم. بعد یخ منفی 50، یخ میگیریم منفی 80،
منفی 50 رو هم نصف می‌کنیم منفی 25 میشه منفی 105. حالا بچه‌ها این برای اولین بار اینو دارن یاد می‌گیرن، احتمالاً شاخ در آوردن این چیه، انگار از فضا اومده و چقدر باحال همه سنگین و باش جواب میده. یخ در واقع یخ شد منفی 105 کلگرم و دمای تعادل هم رسیده این یه منفی 80 با یه منفی 2 میشه منفی 82. آها خب اختلاف ها باید عکس اون ور باشن دیگه، اختلاف منفی 82 تا منفی 105 میشه 13 یا 23. اختلاف این ور از منفی 82 تا 10 میشه 10 منهای منفی 82 میشه 10 و 82 92. خب 92 به 23 اینجا پایین به بالایی، اون معنی میشه بالایی به پایینی میشه 40 به x. خب این نسبت 4ه، x میشه 4x، طرف این وسط این کنیم جواب خودم دارم، باید میذاشت شما جواب بدید. حالا بگید x میشه چند. راحت بود ولی گزینه یه. و آخری و آخری و آخری، دو مایه با چگالی های 3 و 4 و 6 و 8 مطابق شکل داخل ظرفی ریخته شدن با فرض آن که فشار هوا در محل 75.25 سانتی متر جیوه باشد، فشار کل لینکر چقدر؟ دوست گلی که اول اومد گفت رو جی اچ تو مایعات، بله باید از این کار استفاده کنیم. خب یعنی این که اینجا باید ببینیم این چند سانت جیوه است، این هم بسانیم چند سانت جیوه است. اولا ارتفاع ها رو میتونید به من بچه ها تو چت به من بگید ارتفاع ها چقدره؟ نه اینجا که وتر 40 ارتفاع چنده؟ زود و سریع. اینجا وتر 40 ارتفاع چنده؟ آفرین بچه ها، 20. 20 چرا؟ چون نگاه کن این اگه 30 باشه اینم 30ه، اون زاویه این خط اگه با اینجا 30 باشه یعنی این 60ه، پس این میشه 30. ضلع روبه 30 نصف وتره، یعنی این 20 سانتی. این ورم اینجا بگید این اگه 30 باشه این میشه چند؟ همینطوری دقیقا با همون اثبات میشه 15. خب حالا میام میگم که این مایه، نمیدونم که این مایه پایین چگالیش چنده، به نظر تو این پایینش چگالیش چنده؟ 3 و 4 یا 6 و 8؟ نظرتون رو بگید تو چت. ارتفاع ها رو فهمیدم ولی این پایینی چگالیش 3 و 4 یا 6 و 8؟ شیش و هشت مطمئن نید؟ یه سری دارن میگن شیش و هشت، یعنی شیش و هشت یا شیش و هشت سری؟ یکی گفت سه و چهار، بقیه میگن شیش و هشت. شیش و هشت جوابه، سه و چهار یه شد، چون اونی که پایین تره سنگین تره، شیش و هشت. یعنی ما میایم میگیم چی؟ میگیم که 20 سانتی متر مایه با چگالی شیش و هشت معادل چند سانتی متر جیوه است که چگالیش 13 و 6. اینجوری تبدیل میکنیم، خیلی راحت الان به دست میاد. این 6 و 8 با این میره میشه 2، 2 هم با این میره میشه 10. تمام، یعنی این معادل 10 سانتی متر جیوه است. دیگه نمیخواد که بیایم حساب کنیم و حساب کتاب پیچیده. به همین راحتی. برای بالایی هم میایم این کارو میکنیم. میگیم که 15 سانت مایه با چگالی 3 و 4 معادل چند سانت مایه جیوه است که چگالیش 13 و 6. خب این با این میره میشه 4، 13 و 6 4 برابر 3 و 4، 4 هم با 15 بره میشه 15 نصف می‌کنیم 7 نیم، دوباره نصف می‌کنیم 3 و 75. پس اینم معادل 3 و 75 جیوه است. خب کلش پس میشه چند؟ کلش میشه یه هوا که 75 و 25، یه 3 و 75 اینجا و یه 20. نه اینو تبدیل کردیم گفتیم معادل 10 سانتی جیوه است، یه 10 هم اینجا. جمع اینا میشه چه؟ 75 با این میشه 79، با 10 میشه 89، گزینه 1. خب من یه دستی به افتخار شما میزنم به خاطر اینکه با مدت یک ساعت منو همراهی کردید. امیدوارم که مثلا دمتون گرم باشه و از درس خوندن لذت ببرید، هرچند حقیقتا این درسی که برای کنکور دارید همش استرسه و باید توکل کنید به خدا، تلاشتون تا انتها انجام بدید که یکم از این بار استرس و فشار روانی کم بشه. خیلی چاکریم، ممنون از اینکه منو همراهی کردید. 15 سوال دشوار رو بررسی کردیم، سوالاتی بودن در حد تراز 8000 واقعا.
خیلی از سوال و سوال بسیار بسیار چالشی بودن و اینکه شما تا این لحظه من همراهی کردید یعنی لایق بهترین ها هستید. من این سوال یک رو یه بررسی دوباره بکنم ببینم که آیا یک واقعا یک بذاریم و سه دهم اختلافش اختلافه. رجا یه چیزی تو چت بنویسی نوشی سوال یک میخوای تو چت بنویسی ببینیم منظور چیه. اختلاف یک و 544 میشه 456 واقعا. اختلاف سه دهم با 544 میشه 244. واقعا اینا نسبتشون چیز نیست، نسبتشون یک به سه نیست. یعنی این تست رو ما از دایره سوالات باید حذف کنیم. بار از فضا بوده. آره در حالت دوم چگالی رو اشتباه داده. 544ش نه، تو من دارم پاسخنامه‌اش رو نگاه میکنم، مال یکی از طراحای محترمه. مرسی دیگه. هاشم میگه سوال دوم غلط نبود. چون دکتر جان عزیزم، دکتر کرمی کردیدم، من کجا گفتم سوال دو غلط؟ سوال یک بود مشکلم، که 100% اشتباه این سوال، 100% اشتباه. و اشکالش هم همین قضیه که خدمت گلتون گفتم، گفته یک چهارم از ای باشه، کاملا اشتباه. بچه امیدوارم که لذت برده باشید. من ضبط به پایان برسونم. حق یارتون باشه.